یه چیز ناقابل از طرف من باران. سالگرد ازدواجتون مبارک. چیزی بهشون گفتی؟ نه والا. تازه من و باران تصمیم گرفتیم امشب براتون یه جشن کوچیک بگیریم. جشن که میگیریم، اما خانوادگی دوره هم. عمه مژگان و خاله الهام اینا که دیگه غریبه نیستن. غریبه نیستن. اما خودتونم میدونین که با یه جواب نه سنگ رو یخ میشین یا به همون حرفای همیشگی ختم میشه. خب حق دارن داداش من. تو این دور زمانی که همه واسه طلاق دارن جشن میگیرن، بچه‌ها خواستن 30 سال زندگی مشترک پدر و مادرشون رو جشن بگیرن. انصاف نبود زدی تو صحبتشون. من اگه اینو گفتم رو ملاحظاتی بوده. میدونم داداش من، ولی ضرورتی نداره. اون قضیه مال 20 سال پیش بوده. من فراموش کردم. حمید اگه قضیه یادش نرفته مشکل خودشه. خیلی خوشحال میشم ببینمتون. فقط اجازه بده من با حمید صحبت کنم ببینم برنامه خاصی نداره. نه تو رو خدا، نگفتی که میان. الهام یه بهونه میآوردی دیگه. امشب دو تا خانواده که جمعن. گل و شیرینی هم که هست. عروس اومد هم که هستن. فقط میمونه یه خواستگاری. چه با نمک. میدونستم خوشت میاد. بریم دنبال بابا. نه خودش میاد. باز بهونه آورده که نیاد. میخواست نیاد، میگفت نمیام. گفت جلسه دارم، بعد جلسه خودم میام. جلسه این وقت شب؟ اینطور که بوش میاد فکر کنم باید قید مهمونی رو بزنی. اصلا حرفش هم نزن، باید برگردم. چی هست موضوع جلسه شون؟ اکثر اعضای هیئت مدیره با مدیریت جناب خوردن مشکل دارن. شما الان خودت تو اکثر اعضا میدونی؟ ما میدونیم. اگه حساب سهم باشه سهم شما از همه بیشتره توی این شرکت. آفرین. اگه سهم من بیشتره پس اکثریت من. آجان اصلا ایراد از من. بنده مدیریتم در همین حده. حالا که شما تشریف آوردین جلسه تشکیل دادین، همتونم حضور داری، یه رئیس دیگه انتخاب کنین. فکر کردی من اونقدر احمقم مدیر عامل شرکتی بشم که هیئت مدیرش تو روی مدیر عامل توطئه میکنه؟ توطئه چی آقای، حرفا کدومه؟ بعضی کارا اولش سخت، بعدش میشه عادت. مثل خیانت. چه باید کرد، آه چه باید گفت، از درد دوستی باید حال من، گاهی رفاقت هم نمی شود برابر نادان است، بدتر از دشمن. هر چی که هست آنیست در زیر پایت، حتی دل من هم، حتی رفاقت هم. هر چی که هست آنیست پای نگاهت، چیزی نمیگویم حتی شکایت. وقتی خدایی هست کشتی نوحم را اوست که میراند، حتی نمی ترسم از زمین خوردن،
هرچی سلاحم هست اوست که میداند، هرچی سلاحم هست اوست که میداند. هرچی که هست و نیست در زیر پایم، حتی دل من هم حتی شکایت هم. سابقه نداشته آقا مهیار انقدر زحمت بکشن کمک کنن. تو هم آدم زایی کنی ها. والا به خود کش که ما هر شب مهمون داشتیم. بیان بستگی داره مهمونش کی باشه. آقا جان حواست کجاست؟ عکس رو میبینم چه قشنگه. مال کیه؟ اینا مال 2 سال پیش، خیلی قدیمی نیست. انقدر دیر به دیر میای خونه خواهرت که همه چی واسه تازگی داره، انگار رفتی موزه. خوبه دیگه، بهانه دادم دست سرم قور بزنی. قور نمیزنم، گلایه میکنم. میگم عکس دوست داری برم آلبوم بچگیامونو بیارم؟ عکسای قدیمی رو دوست ندارم، مرور گذشته و خاطرات بی خودی آدم عقب میندازه. چرا خوبه که عکس آقا جون و آدمایی که پیشمون بودن دیگه نیستن، خاطره است. اگه یه بار بلنشی بیای آسایشگاه، پیرزن پیرمردایی رو ببینی که توی کاغذهای قدیمی عکسای گذشته غرق شدن، اون وقت دیگه این حرفو نمیزنی، میفهمی من چی میگم. بزرگی میفرماید خاطرات خوبن به شرط اینکه کمک حال زندگی باشن نه دلیل زندگی. بله. اون وقت کی گفته این جمله رو؟ خودم. آفرین. نرگس جون، داداش فرهاد میگه کبابا آماده است، اگه اجازه میدی برنجو بکشم. آخه آقا حمید هنوز نیومده، بذارید بیان. نرگس جون، غذا رو بکشین، حمیدم سر کلش پیدا میشه. آوا جانم، یه زنگ بزن به حمید. 100 بار زنگ زدم جواب نمیده دیگه. میتونم دوباره بزنم؟ سلام. سلام. خدا هیچ دو تا رفیقی رو با جناق نکنه. به خدا گیر کردم، شرمنده. یه بهونه دادم دست تموم شد رفت. خیلی هم دیر نیومدم ها. خوش آمدید. خیلی ممنون. آقا مبارک بشه. ببخشید تو رو همه مغازه‌ها بسته. بیا بریم تو، گل شیرینی زودتر از خودت اومد. اینم از با جناق با مرام ما. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام. سلام. خیلی خوش اومدین. قربون شما. مادر زنتون پیداست دوستتون داشته. سر شام بذارید. ببخشید دیر شد. شما من این جلسه. بفرمایین از زن نیفت. بفرمایین. اینم قارچ کبابی اعلا، اولی محصول خودمون. خب پس معلوم شد فایده این کارگاه قارچ چیه. مامان حرف بدی زدم؟ فایده که زیاد داره خاله جان. بله برای شما که خیلی فایده داره خاله جان. مامان چیه؟ آخه یه نفر به من بگه کدوم آدم عاقلی خونه ای رو که زمینش فقط نزدیک چند میلیارد میارزه توش قارچ پرورش میده؟ اینو درست میگه. معلومه که این خونه خیلی بیشتر از این ارزش داره، چون یادگاری پدرتونه. تازه به ما دستخوشم بدین. دستخوشه که باید از مامانت بگیری، چون اونه که دل نمیکنه از خونه. بفرمایید. سرد میشه. بفرمایید. چرا اینجوری برخورد میکنی؟ حرف غلطی زدم؟ گیر دادی به یه سری خاطره قدیمی و گذشته؟ میخوای یه خونه ای رو زنده و سرپا نگه داری که آدم های توش دیگه نیستن؟ الهام جان، خودت میدونی این وصیت آقا جون بوده که تا وقت نیازی نداشتن خونه رو نفروشیم.
خب الحمدلله که شما آقا حمید نیازی ندارید. زمینم که قرار نیست از قیمت بیفته. حالا این بچه ها همت کردن یک کسب و کاری اونجا را انداختن. مشکلش چیه؟ هم از اون خونه مراقبت میشه، هم چهار نفر از قبلش نون میخورن، هم قارچ مجانی داریم. درآمدش هم بد نیست دیگه. تو رو نمیدونم خاله جان، اما اون چند اقاضی رو که تو بهش میگی درآمد، آوا نه تنها بهش احتیاج نداره، بلکه داره عمر و جوونی و وقتش هم اونجا هدر میده. کار به اون خوبی رو ول کرده، چسبیده به پرورش قارچ. مامان جان، من کارم رو ول نکردم، کنارش دوست دارم این کارم انجام بدم. این کجا شیرات داره؟ منم موافقم الهام جون. به نظر من باید اجازه بدیم جوونا خودشون واسه آینده‌شون تصمیم بگیرن. جدی؟ مشکان جون، خیلی دوست دارم بدونم اگر خودت بچه داشتی فکر میکنی این شغلیه که میتونه باهاش آیندهشو بسازه؟ الهام جان؟ جان فکر میکنم مشکان حرف بدی نزد که شما اینجوری صحبت. ببخشید داداش، اگه اجازه بدی من خودم میگم. درست میگین شما الهام جون، من بچه ندارم، ولی به واسطه اینکه دبیر بودم بچه ها رو خیلی خوب میشناسم، حتی بهتر از پدر مادراشون. به نظر من اگه به بچه ها فرصت بدیم تو زمینه که دوست دارن پیشرفت کنن خیلی موفق تر میشن. حرفایی میزنی. آوا کجا؟ اون بچه ها کجا؟ ما کجا؟ اون پدر مادر ها کجا؟ اصلا بحث مقایسه نیست. شما چرا به خودتون میگیرین؟ به نظر من حرف مژگان خانم درسته. باید به جوان ها فرصت و امکانات بدی تا خودشون رو نشون بدن. منتها الان صحبت دو تا جوونه که تحصیل کردن و تو رشته خودشون خیلی بیشتر از اینا میتونن موفق باشن. اون تو علکی دارم وقتشون هدر میدم. آفرین، متشکر از این توضیح واضحات. خرابترش نکن دیگه. الناز فکر کنم با تو کار داره. اگه با من کار داشت به گوشی خودم زنگ میزد. ببخشید. الو، سلام الناز خانم. چی؟ کی؟ باشه باشه، من الان میام اونجا. چی شده حمید؟ جناب سرحک، آقای یگانه دوست و همکار شوهر. سرحک چی شده جناب سرحک؟ از تراس دفترشون سقوط کردن. شما آخرین بار کی دیدینشون؟ چند ساعت پیش هم اینجا جلسه داشتیم. قبلش تلفنی باهاش حرف زدم، قرار بود شام بریم بیرون، گفت جلسه دارم. دوباره که بهش زنگ زدم تازه جلسهش تموم شده بود. صداش خیلی
درست. یه لحظه، جلسه ما تموم شده بود، من نمیدونم چرا تو شرکت موندی. خب شاید مهمون داشتی. مهمون؟ نمیتونیم دقیق بگیم، داریم بررسی میکنیم. دکتر چه خبر؟ علت مرگ شکستگی جمجمه است، بلافاصله بعد از سقوط فوت کرده. آثاری از ضرب و شتم، درگیری چیزی؟ به غیر از شکستگی های ناشی از سقوط من اثر دیگه ای ندیدم. البته بعد از کالبد چکافی میتونم نتایج دقیق‌تر بهتون بگم. ممنونم. شما چی دستگیر شد؟ همه بعد از حادثه رسیدن. نگهبانم میگه بعد از تموم شدن جلسه سرش درد میکرده، قرص خورده، خوابیده. با صدای دزگین ماشینا و سر صدای مردم از خواب بیدار شده. دوربینای مداربسته چی؟ ظاهرا خرابه قربان. بسیار. شما و سایر همکارایی که تو جلسه بودید، فردا به ثبت اظهارات و تکمیل پرونده تشریف بیارید. بله، خدا نگهدار. آوا چرا اینجا خوابیدی؟ سلام. منتظرتون نشسته بودم، نفهمیدم که ای خوابم. مامان کجاست؟ امشبمون پیش الناس تنها نباشه. حالا واقعا چه جوری مرده بود؟ چه میدونم؟ هیچی نمیدونه. چه شب نحسی بود امشب، از اولش اینو از آخرش. بیچاره الناس. من میرم بخوابم بابا، شب بخیر. آوا. بله بابا. هر خیالی تو سرته میندازی بیرون و دور این پسرها رو خط میکشی. چی؟ همون که شنیدی. فکر نکنی سرمو کردم زیر برف و حالیم نیست. بابا آخه تو این شرایط که دوستتون مرده الان واقعا وقت این حرفاست؟ مردن اون به من ربطی نداره، ولی آینده ای تو به من ربط داره. حواستو جمع کن، خیالات مفت به هم نبافی. دیگه بزن، دوباره بزن. بابا بزن استارت. میگه مامان جون من غلط کردم، گفتم شما برسونیدم، میشه بیخیال شین؟ ببین مهیار انقدر قور نزن دیگه، سرم رفت. صبر کن الان یه استارت بزن. سر باتریاش اشکال داره، شموش هم باید عوض شد. تو بابات پدر منو در بود گوش نمی کنه که. مهیار. سلام خانم مهندس، هنوز نیومده. سلام آقا مصطفی. باشه شما برو به کارت برس. الو. الو کجایی مهیار؟ خونه، در حال استراحت. مسخره بازی در نگیر، میگم کجایی، چرا نیومدی؟ حالا چرا انقدر عصبانی؟ یکی ندونه فکر میکنه تو صاحبکارمی، مثل اینکه ما اینجا رو با هم شریکی. ما اونم پنجا پنجا. چطوری؟ خوبم. اینه که دارم میبینم، حالا چرا انقدر خوبی؟ مهیار میشه خواهش کنم یه امروز با مزه نباشی؟ چشم، میشه منم خواهش کنم یه امروز اینقدر دماغ نباشی؟ بیا بریم یه چایی بخوریم، بعدش بریم کمک مصطفی. صبر کن. بابت خراب شدن مهمونی دیشب ناراحتی؟ اونم یکیشه. دومیش هم اینه که همکار بابات فوت کرد. راستی چی شد؟ خودکشی کرد یا اتفاقی افتاد پایین؟ نمیدونم. بابا هم که دیشب اومد هیچی نگفت.
لابد همون خودکشی بوده دیگه، حالا هر چی بوده خدا بیامرزتش. آره خدا بیامرزتش. حالا این ریخت و قیافت و ناراحتی دلیل سومی هم داره. با این اوضاع نمیدونم تکلیف آیندهمون چی میشه. انگار دعوا و اختلاف سر این خونه قرار نیست هیچ وقت تموم بشه. چرا؟ باید تموم بشه. ما باید تمومش کنیم. نمیدونم خوشخیالی یا خودتو به بیخیالی میزنی. هیچ کدوم. فقط آدمی نیستم که به همین راحتی جا بزنم. من جا نزدم. فقط دیگه حوصله این دعواها رو ندارم. آوا ما همه اینا رو میدونستیم. چی عوض شده که یه جوری دیگه شدی؟ اتفاقا همین که چیزی عوض نشده نگرانم میکنه. مامان و خاله با هم راه نمیان. بابام هم که مهم نیست. مهم نیست؟ شاید برای تو مهم نباشه ولی برای من خیلی مهمه. باشه واسه منم مهمه. اصلا میرم با خاله الهام صحبت میکنم. میگم خوشخیالی به خاطر همینه. تو مامان منو نمیشناسی؟ خب میرم با بابات صحبت میکنم. اصلا میرم سر اصل مطلب. خواستگاری میکنم. زده به سرت یا داری شوخی میکنی؟ میخوای تو این وضعیت که دوستش مرده تو بری حرف از خواستگاری بزنی؟ خیلی خب حالا من که الان نرفتم. مهیار خواهش میکنم هیچ کاری نکن. نذار اوضاع از این خرابتر بشه. ببین اصلی. اول میریم یه سر به مصطفی میزنیم بعدم میریم تو چای میخوریم. سلام آقا مصطفی گل. سلام آقا مهیار، خیلی مخلصیم. خسته نباشی آقا مصطفی. سلامت باشی خانم مهندس. ببینم آقا مصطفی چیزی که همون کس نداری. دیشب خوابیدی بخاری یه کار میکرد یا باز خراب شده بود؟ آه درست شده بود، دست شما درد نکنه. دیگه کم کم دارم به بوی قارچ معتاد میشم. راستی مهیار، بار هواسازی که پیش فروش کردی کی میرسه؟ احتمالا امروز ممعیزهی برسونه دستم. ببین حواست باشه سر اینا سوخ ندی. 150 میلیون تومان بار کم نیستا. اگه من رتبه 1 2 تا رشتم و مدیریت بازرگانی خوندم میدونم چجوری 2 تا رو بکنم 4 تا. البته شما تو خودشیفتگی هم رتبه 1ی. بریم یه چای بخوریم. چای چیه؟ شما تو محوطه باغ تشریف داشته باشید من میرسم خدمتتون. یه صبحانه دبش برای دختر خاله بد اخلاقم. او خبری آقا مهیار؟ قرار خبری بشه. راستشو بخوای بله رو از عروس خانم گرفتم، مونده بله پدر مادرش. مسخره. واقعا که آدم به این حجم از احساسات میگه مسخره؟ البته درستش اینه که بگم مسخره لوس. باشه اصلا تو خوبی. حالا چشتو ببن. وا والا ببند دیگه. خب برای چی؟ یه بار بدون چون و چرا بگو چشم. دنیا به آخر میرسه؟ آره میرسه. بگو برای چی؟ وای یعنی لجبازی ها. خب ببند دیگه. باش باز نکنی ها. بودو دیگه. باز نکنی ها. باشه بودو. حالا باز کن. چقدر خوشگله. دست درد نکنه. قابل شما رو نداره. مناسبتش چیه اون وقت؟ مناسبتش وقت عاشقی، فیلمی از مهیار مشفق. اوه که اکران میشه این فیلمتون. هر موقع حمید خان یگانه رضایت بدم. باز شروع کرد. باز اخ بیا.
ولی واقعا دست درد نکنه. آوا، میدونم این احساس دو طرف است. فقط تو رو خدا گاهی اوقات با اون نگاه ته دل منو خالی نکن. میترسم مهیار، خیلی میترسم. خرابش نکن. جلسه دیشب درباره چی بود؟ عرض کردم خدمتتون در مورد مسائل و مشکلات شرکت. ظاهرا عده با مدیریت مرحوم خرم مشکل داشتن. مشکل که نه، یه سری ابهامات بود. دوستانه صحبت کردیم، به خوبی حل شد رفت. جلساتون همیشه اون موقع شب برگزار میشد؟ نه، معمولا هر وقت نیاز بود برگزار میشد. این دفعه هم خود آقای خرم درخواست تشکیل جلسه داده بود. اما به من گفتن اعضای هیئت مدیره در مخالفت با آقای خرم اون ساعت درخواست جلسه داشتن. نمیدونم اینو کی گفته. الانم که آقای خرم فوت شده بود، نمیتونم بگم برید از خودش بپرسید. آخرین نفر کی بود که از جلسه اومد بیرون؟ نمیدونم. من زودتر از بقیه جلسه رو ترک کردم. عرض کردم خدمتتون من خونه باجناقم دعوت بودم. برای همین نظرمو دادم و رفتم. دیگه هیچ خبری نداشتم تا اینکه خانمش تماس گرفت و گفت که چه اتفاقی افتاده. جلسه دقیقاً کی تموم شد؟ خیلی طول نکشید. تقریبا بعد رفتن آقای یگانه جلسه تموم شد. همه اعضا با هم اومدیم بیرون. اما آقای خرم تو شرکت مونده بود. دفعه دوم که زنگ زدم جلسهشون تموم شده بود. ازش پرسیدم میخواد برم دنبالش. آخه قرار بود شام بریم بیرون. گفت نه، دارم میام، یا نمیدونم. اومدم تلفن قطع و وصل میشد، بعدم یهو تلفن قطع شد. ممکنه منتظر کسی دیگه بوده باشه؟ نمیدونم، باید از نگهبان بپرسید. اگه بعدش کسی اومده حتما دیدتش. جناب، من الان شما رو به زور میبینم. من اوضاع چشم خیلی خرابه. آقای خرم با کسی مشکلی داشت؟ مشکل مالی؟ خصومت شخصی؟ اگه منظورتون مشکل مالی مربوط به شرکته که من در جریان نیستم، بهتره با آقای یگانه صحبت کنید. اما دشمن؟ نه، دشمنی نداشت. این سوالاتون برای چیه؟ واقعیتش مرگ آقای خرم مشکوک به نظر میرسه. مشکوک؟ یعنی شما میخواییم بگیم به خاطر ناراحتی اون جلسه خودکشی کرده؟ نه جناب سرهنگ، خود آقای خرم پیشنهاد داد جلسه تشکیل بدیم، بعدم موضوع به خوبی حل شد. من نمیدونم چرا خودکشی کرده. شاید ما مطمئن نیستیم که این کار کرده باشه. نمیدونم والا، ممکنه. سردر نمیارم. منظورتون اینه که ممکنه خودکشی نبوده باشه؟ دلایلی موجوده که در خصوص قضیه خودکشی شک کنه. چه دلائلی؟ چند تا مورد مشکوک و سوال برانگیز. چرا بعد از اینکه جلسه تموم میشه توی شرکت میمونه؟ و از همه مهمتر، تا اینکه دلیل و انگیزه کافی برای اثبات خودکشی اونم به این شکل ناگهانی نداشته باشیم، فرضیه دوم محتمل تره. فکر میکنم دلیلشو میتونم. جلال دچار اختلال دو قطبی بود، مدت ها تحت درمان بود و دارو مصرف میکرد، دپاکین، لیتیوم. اما چند وقتی بود قرصاشو قطع کرده بود، شروع کرده بود به خود درمانی. خیال میکرد با قرصای آرام بخش معمولی دیگه نیازی به اون دارو نداره. خیلی تلاش کردم قانعش کنم نخوردن اون دارو حالش رو بدتر میکنه. اونم به ظاهر قبول میکرد، اما میدونستم داره دروغ میکرد. با دکترشم صحبت کردم اما فایده ای نداشت، پیش اونم نمیرفت.
منظورتون ایناست؟ بله. تو کشوی میزش دست نخورده پیدا کردی؟ پس حدسم درست بود، بازم نخورده. باید روزی دوتا از این قرصا مصرف میکرد. تمام ترس و نگرانی من این بود که میدونستم یکی از عوارض این بیماری تمایل به خودکشیه. بفرمایید. جناب سرهنگ، من باید به فامیل اطلاع بدم و به فکر مراسم باشم. به نظرتون که میتونم جنازه رو تحویل بگیرم؟ قراره که تا بعد از اون پزشکی قانونی به ما خبر بده. اگر عدم مصرف داروها و اختلال روانیش ثابت بشه قطعا مشکلی نیست، اطلاع بدیم بهتون. اختلال روانی؟ مگه شما خبر نداشتیم؟ جلال مرد آبرومندی بود. تنها خواهشی که ازتون دارم اینه که تا حد امکان چیزایی که بهتون گفتم تو پرونده بمونه، برای حفظ آبرو و حرمت جلال. خیالتون راحت باشه. ممنون. با اجازهتون. خبر بدیم. من نمیدونستم جلال مریض بوده. چیزی به من نگفته بود. هیچ کس نمیدونست، قرارم نیست بدونم. خواهش میکنم حتی به الهامم چیزی نگید. بله حتما. شما وسیله داری؟ بله آقای یگانه، من واقعا نمیدونم باید مراسمو چی کار کنم. نگران نباشین، خودم همه کارا رو انجام میدم. خیلی ممنون، انشالله بتونم جبران کنم. خواهش میکنم، من باید برم دنبال یه سری کارا. الهام میاد پیشتون، بعد منم بهتون ملحق میشم. ممنون، پس میبینم اتون. حتما. فعلا خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرما. ممنون. اما خیلی مکافاه کشیدم تا درستش کنم. پیر شده کلی خریدار داره. میدونی چقدر باش خاطره دارم؟ حالا به همین راحتی بدمش بره؟ عجور راحتی عجی. ممنونم. با اجازه. یا الله. خیر پیش. یا الله. سلام داداش. دست درد نکنه. فرهاد من الان دارم از اونجا میام و هنوز سود واریز نکردن. رفتم میگم چرا سود واریز نمی کنین؟ میگن سیستممون قطع، هنگ کرده. چه میدونم؟ میگم یه روز قطع، دو روز هنگ، اینجوری که نمیشه. حتی گفتم بذارین با مدیر مؤسسه صحبت کنم، گفتن رفته مأموریت. خب تو باشی شک نمی کنی؟ مؤسسه ای که کلی اسم و اعتبار داره و دو سال توش حساب باز کردیم و پول گذاشتیم توش و بعد حق حسابی نکرده، حالا نباید به خاطر اینکه دو روز از موعد پرداخت گذشته بهش شک کنیم. چه میدونم، میگم شاید یه خبری باشه ما بی خبر بمونیم و همین آپارتمانی هم که میتونیم بخریم از دستمون بره. از اول همینو بگو دیگه، هنوز به فکر اون آپارتمانای پیش فروشی. اگه اینطوریه چرا اومدی با من صلاح مشورت میکنی؟ برو هر کاری دوست داری بکن. خیلی خوب، حالا باز من چیزی گفتم خلاف میلت بود بهت برخورد؟ واسه اینکه حرف نامربوط میزنی. خواهر من، مگه من همینجوری گفتم که بریم تو اون مؤسسه حساب باز کنیم؟ خودت هم میدونی که من خونه رو رهن بانک گذاشتم و با پولشون حسابو باز کردم. در ثانی رفیقم احسان تو اون مؤسسه کار میکنه، اگه خبری بود اول اون به من میگفت. باشه فرهاد، الان میفهمم نرگس بیچاره میگه بعضی وقت اخلاقت یه طوری میشه که از دو کیلومتری تم نمیشه رد شد. یعنی چی؟ واقعا نرگس گفته؟ نه خیر، میخواستم حرف دلمو بزنم. آها، نهار بیا بریم خونه ما. نه دست درد نکنه، کار دارم میرم خونه. خیلی خب، حالا دیگه تو هم بایستا میرسونم. باش. Thank you.
سلام. سلام. چه خبر؟ چی شد؟ چیکار کردی؟ بذار از راه برسم. تو داری میری؟ آره دیگه، برم پیش الناس. تنهاست، گناه داره، کسی هم نداره. خیلی خب، منم یه استراحتی بکنم میام. خب بهم بگو ببینم چی شد از صبح تا حالا رفتین اونجا؟ بالاخره به چه نتیجه رسیدین؟ هیچی بابا، 60 سال همون سیمجیم کردم. آخرام گفتن خودکشی بوده. البته نظر نهایی رو پزشک خانم نمیده. همین که اختلال روانی هم داشته. دارو مصرف میکرده. اختلال روانی؟ به الناز نگی، من گفتم. نه، من که قطعا به الناز حرفی نمیزنم. تو مراقب باش دوباره مثل دیشب بلبل زبون نشی. مشکان خانوم حق دارن، نظراتشون صحیحه. یعنی تو واقعا به من شک داری؟ به خیلی ها اعتماد ندارم. کی بود؟ ناشناس. بهشون سلام برسون. بله. سلام مژگان خانم، حمید هستم. بله آقای یگانه، به جا آوردم، بفرمایید. بابت برخوردی که دیشب پیش اومد تماس گرفتم، به نظرم رفتار الهام اصلا درست نبود. البته من با نظرش موافقم، ولی خب اون نوع برخوردش واقعا دور از ادب بود، نه در شأن اون بود نه شما. الو، دارم گوش میکنم. به هر حال بابت لحن بعدی که داشت من واقعا متاسفم. میخواستم خواهش کنم شما این جریان رو فراموش کنم. من همون موقع فراموش کردم. خوشحالم اینو میشنمم. آقای یگانه، منم میشه یه خواهشی بکنم ازتون؟ بله حتما. اگه از این به بعد توی جمع رفتار خانمتون با کسی مناسب نبود، لطفا شما برای عذرخواهی تماس نگیرید، چون اینم اصلا رفتار مناسبی نیست. خداحافظ. پرستان، داری میری بیمارستان؟ نه، یه جا کار دارم، بعدش هم یه سر میرم پیش عمه مژگان. مامان زنگ زد گفت یکی دو ساعت دیرتر میاد، شما نهارتون رو بخوری. خب اینجوری مثل لشگر شکست خورده هر کدوم یه طرفی. میگفتی من مغازه چیزی میخوردم. نه، مهیار برگشت خونه است. حالا شما یه امروز پدر و پسری بدون ما سر کنین، قدرمون رو بیشتر میدین. باش، برو به سلامه. خدا نگهدار. خدا. فکری چه خبر؟ شکر. شما چه خبر؟ سلامتی. دیشب ولی عجب داستانی شد. آره، بنده خدا چقدر بعد موقع فوت کرد. البته اگه تلفن زنگ نمیخورد، همین یه ذره رابطه خشک و خالی هم تیره و تار میشد. هی من به تو میگم شروع نکنین دیگه، اتفاقا همه چی خیلی خوب و خوش بود. اینو نگی چی بگی؟ میخوای دوباره این هفته یه مهمونی دیگه بگیریم؟ من که موافقم. از بس رفت آمد نکردیم همه غریبه شدیم. هیچ کدوممون طاقت شنیدن حرف اون یکی رو نداریم. 20-25 ساله همینی که هست. درست بشو هم نیست. الان اختلاف خاله و مامان سر فروش خونه پدری بدتر هم شده. اون وقت گناه ما بچه ها چیه؟ حالا باران بگه یه چیزی. تو هوا که اصلا حرف نزنی که خودتون باعث اختلافید. اه. چی شد الان؟ دو دقیقه اومدیم با شما خلوت کنیم، همه تقصیر افتاد گردن من. بله، تو آوا بودید که اصرار کردید اونجا رو نفروشید و کارگاه بزنید و مامان خالتو به جون هم انداختید. آها، تعارف نکنید. اون 20-25 سال قبلا بندازید گردن من و آوا. خیلی خب، حالا کارو کاسبی چطوره؟ اون 150 میلیون تومن وسیله‌ای که خریدی رو پیش فروش کردی؟
چکاشو گرفتی؟ نقد کردی؟ همه چی داره خوب و عالی پیش میره. خدا رو شکر. تا چند وقت دیگه هم کمک هزینه هاتون رو با سود بانکیش بهتون برمیگردونم. تو چپت پرشه. من هیچی نمیخوام. انشالله آزاد که رو برا شد کم کم باید آستین بالا بزنی. خوبه حالا. نمیخواد اینجوری خجالت بکشی. بابا. جونه بابا. هیچی ولش کن. هیچی چیه بابا؟ مطمئن نمیخوای یه حرف مهمی بزنی. من تو رو بزرگ کردم. حالا بعدم بهتون میگم. آخر همین الان باید بگی. راجع به همین ازدواج اینه یه فکری کردم. به به، چه حرفی بهتر از این؟ بنده سرپا گوشم. بعید میدونم. این چه حرفیه پسرم؟ ناسلامتی من پدرتم. به من نمیخوای بگی؟ به کی میخوای بگی؟ آخه با شما از یه مهمونی ساده و رفت آمد نمیشه حرف زد. یه حرف اختلاف 20-25 ساله رو پیش میکشید. الان من چی بگم؟ هر چی میخوای بگو، فقط نگو طرف آواز. تو میخونه اثری از بودن تو نیست، تو میخونه خبری از موندن تو نیست، خونه ای که تو توش نباشی کنج غمه، همیشه هم تو خونه باشی بازم کمه، ثانیه ها دقیقه ها میگذرن، من و تو رو با خودشون میبرن، تو این خون